شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تحالت علیه مسلم از دیرباز در جای جای جهان به شیوه های گوناگون به گرامی داشت مناسبت های دینی و مذهبی خود میپردازند. پردازند. مناقب خانی نیز یکی از شیوه است که با اجرای آن در برخی مناسبت ها به نشر معارف و شعار اهل بیت علیه مسلم پرداخته می شود. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. مناقب خانی گونه ای از نمایش های آینی و مذهبی است که در آن منقبت خانان در مدح و منقبت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام اشعاری را می خانند. مناقب خانی که نام دیگر آن منقبت خانی است از دیرباز در ایران مرسوم بوده و باید این آین را در زمره نقالی های آوایی به شما را بد. در واقع منقبت خانان با زبان شعر و آواز به ستایش خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم و امام علی علیه السلام در شبهای ماه مبارک رمضان و لیالی قدر می پردازند. باید گفت منقبت خانی گونه ای از نقالی است که از زمان پیدایش دیالمه و تا زمان رسمی شدن مذهب تشیع در ایران وجود داشته است. منقبتخانی علاوه بر ایران در میان شیعیان کشورهای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر اجرا می شود. صادق آشورپور نویسنده ی کتاب نقالی نمایش های ایرانی درباره تاریخچه مناقبخانی در ایران می نویسد. در قرن ششم بعد از اینکه شیعه توانست قدرتی به دست آورد و استقلال مذهبی بیابد به اندیشه شد که برای رواج و نشر مذهب خیش راههایی برگزیند که یکی از این راهها بهره جستن از وجود مناقبیان یا مناقبی خانان بود این مناقبی خانان همان نقالان بودند که در مذهب شیعه نیز وجود داشتند و اگر عنوان و لقبی مناقبی را بر آنها نهادند به این سبب بود که این نقالان قصایدی را که شاعران در مدح و منقبت مول الموحدین امیر علی علیه السلام یا دیگر ائمه اطهار علیه السلام اجمعین می سرودند. هوشنگ جاوید پژوهشگر آینی نیز در کتاب مناقب خانی درباره منقبت خانی می نویسد منقبت نخل قد کشیده علی علیه السلام است بر آسمان ایمان در طول تاریخ گام های مرد عدالت رادیو جوانمردی است در عصر پر از بیگانگی منقبت صدایی است که زنجیرهای ستم را از هم می درد. منقبت حکایت مردی را آواز می دهد که رنج سیغلش می داد و در هر گام پر غرور و شکوهمندش چهره پرنوی رنگ ستمگران را می نمایاند. و منقبت هر چند خیال اما باز تا به محض حقیقت است مناقب خانان اغلب اشعاری در متح باری تعالی رسول خدا صلی الله علیه و آله ائمه اطهار علیهم السلام و به ویژه امام علی علیه السلام میخواندند. اما نکته جالب جالب توجه مناقب خانان درباره امام علی علیه السلام بیان رشادت ها و جنگاوری ها و جوانمردی های ایشان در قالب حماسی مذهبی است. رسمیت یافتن منقبت خانی به شکل کنونی اگرچه از دوران صفوی با گرامی داشت قیام امام حسین علیه السلام شکل گرفته اما به مرور زمان با گسترش مذهب شیعه در ایران به امام اول شیعیان امام علی علیه السلام مناقب خانان به بیان فضایل و پهلوانی های ایشان در قالب شعر و آواز پرداختند. و این شیوه آینی و نمایشی در ماه مبارک رمضان بیشتر خود را نشان داد. فاطمه سادات مستوی، اخبار شیعه